انتخابات ریاست جمهوری در ولایت غور تحریم می شود. شماری از هواداران یک نامزد انتخاباتی در این ولایت با باز کردن درب کمیسیون مستقل انتخابات بر روی کارمندان آن هشدار می دن در صورت عدم رسیدگی به خواسته هایشان به کسی اجازه نخواهند داد در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند. آنان همچنان خواهان جداسازی آرای تقلبی از آرای پاک هستند. مسئولان در کمیسیون مستقل انتخابات نیز از بررسی جدی آرا خبر می دن. مرضی حسینی گزارش می دهد. دروازه کمیسیون مستقل انتخابات غور که از سوی شماری از حامیان یک نامزد انتخابات مجلس نمایندگان مسدود شده بود بر روی کارمندان این کمیسیون باز شد. این معترضین با باز کردن دروازه کمیسیون مستقل انتخابات خواستار رسیدگی و بررسی جدی آرای تقلبی از آرای پاک شدند. آنان میگویند اگر به خواسته هایشان توجه نشود با راه اندازی اعتراض های گسترده انتخابات ریاست جمهوری در آینده نزدیک را تحریم خواهند کرد. با خواسته های موجه و قانونی و با داشتن اسناد کافی که در اختیار مردم هست به خواسته هایشان رسیدگی نشود. ما انتخابات های آینده که انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شورای ولایتی است، ما این انتخابات ها را تحریم خواهیم کرد. ریاست جمهوری که در آینده انتخاب شروع میشه ما او را تحریم میکنیم. از سوی هم مسئولان در کمیسیون مستقل انتخابات میپذیرند که در شمارش آرا اشتباهاتی صورت گرفته باشد. آنگونه که نظیر نصرت سرپرست کمیسیون مستقل انتخابات میگوید شکایت های معترضین مبنی بر تقلب در روند انتخابات و روند شمارش آرا با کمیسیون مستقل انتخابات مرکزی در میان گذاشته شده و طبق قانون به خاص معترضین رسیدگی خواهد شد. روان کرده ایم، احتمالاً در این قسمت اشتباهات صورت گرفته باشه. به می ترتیب شمارش قسمی رو داریم که به جریان همین هفته انشالله شروع می شود. یک بحث قانونی است به اساس اعتراضات 48 ساعته ای که شما داشتین به خاطر اعلان نتایج ابتدایی، انشالله اینا باز بررسی می شود. این در حالی است که از چندی بدین سو شماری از باشنده های این ولایت با حضور در یک راهپیمایی اعتراضی خواهان تفکیک آرای سیاه و سفید و نیز باطل شده آرای تقلبی شدند. به گفته آنان در انتخابات این ولایت به پیمانه فراوان تقلب صورت گرفته است. به باور برخی از اعضای شورای ولایتی نیز در صورت عدم رسیدگی به این قضایا اعتماد مردم نسبت به روند انتخابات از بین خواهد رفت.